بازم خدمتون سلام میکنم، خیلی ممنون از تذکر رفیقمون پرواز. و متاسفانه ما دیروز با خبر شدیم که یکی از دوستان بسیار نزدیکمون از میان ما رفت، رفیق ما مینا عاملی. بعد از سالها مبارزه با سرطان چشم فرو پوشید و از بین ما رفت. من به همه خانوادهش، دوستانش، رفقاش اگر در این اتاق حضور دارن تسلیت میگم و واقعا از صمیم قلب براشون بردباری آرزو میکنم، چون موجود بسیار نازنینی بود این رفیق ما مینا. ما سالها با هم کار کردیم و واقعا موجود نازنینی بود. من وقتتون رو نمیگیرم، اونهایی که از نزدیک باش کار کردن یا میشناختنش میدونن که چقدر آدم مهربان، صبور و زحمتکشی بود و این سائقه سرطان واقعا اون رو خیلی سریع از ما گرفت، حتی به 60 سالگی هم نرسید. لعنت به این جمهوری اسلامی که این تبعید اجباری رو به همه تحمیل کرده و این وضعیت تبعید، فشارها، مشکلاتی که ناشی از اون هست، زمینه تمام این بیماری‌ها، افسردگی‌های عمیق، سرطان و غیره رو فراهم می‌کنند. واقعا اگر توجه بکنیم در تحلیل نهایی، مقصر اصلی تمام این از میان رفتن‌های زودرس چیزی جز رژیم جمهوری اسلامی نیست. با یاد این رفیقمون من صحبت خودم رو شروع می‌کنم. امروز من سعی میکنم که نحوه شکل‌گیری تئوری دستمزد مارکس، پختگیش رو و تأثیراتی رو که در واقع بررسی ما از اوضاع مبارزه بین کار و سرمایه داره رو مقداری روشن بکنم. ما یک مقداری به قول معروف چیز داریم، گرایش به این داریم که فکر کنیم که از اونجایی که مارکس، انگلس، لنین اینها آدم‌هایی بودن با واقعا نبوغ خیلی کمیاب، به خصوص مارکس که واقعا باید گفت که جزو سه تا کله بزرگی بوده که بشریت واقعا تا حالا آورده، افلاطون، مارکس و هگل، بسیاری از اندیشمندان بر اینن که واقعا سه تا کله بودن که بشریت آورده و فاصله بعیدی با بقیه خاکی ها داشتن، به خصوص مارکس و بعدش در درجاتی کمتر انگلس. با کشفایی که کردن، با اقداماتی که کردن، این حالت رو ایجاد کردن که وضعیت اینجوری هست که گویا اینها خیلی سریع به یه سری مطالبی میرسیدن، اونا رو فرموله میکردن و هیچ تغییری هم در این نظرات ایجاد نمیشد و این برخورد غیر دیالکتیکی، رازآمیز و در واقع مذهبی رو که به نظرات و تئوری‌ها به صورت آیه‌هایی که وارد میشه در افراد میبینن، یعنی اینکه خیلی سریع در واقع این چیزا شکل میگیره، من سعی میکنم که نشون بدم در مسئله با اهمیت مثل مسئله دستمزد چقدر طول میکشه که مارکس و انگلس این تئوریشون رو بپرورونن، صیقل بدن و بتونن در واقع این چیزی رو که ما امروز به راحتی ازش استفاده میکنیم و در خیلی جا ازش استفاده میکنیم به خوبی هم میتونیم استفاده بکنیم و تا وقتی سرمایه‌داری هست جوابگوی اون هست رو بهش دست پیدا بکنن. واقعیتش اینه که در اوائل و صحبت‌هایی که اینها مارکس و انگلس مطرح میکنن، اولین جایی که اولین مسائل در مورد دستمزد مطرح میشه در جزوه مختصر اما درخشان انگلس جوان هست، در سال 1844 در پاریس این رو می‌نویسه، مختصری در نقد اقتصاد ملی که مطرح میکنه که ضمن یک انتقاد بسیار بسیار شدید از سرمایه‌داری و ادامه اون وضعیت طبقه کارگر در انگلستان رو مطرح میکنه، حمله شدیدی عمدتاً به لحاظ اخلاقی به سرمایه‌داری میکنه و نتیجه میگیره در مورد حقوق که گرایش دائمی که در مورد دستمزد و درآمد کارگرها هست، گرایش دائمی به حداقل بخور و نمیر، حداقلی که اجازه حیات و تجدید مثل کارگران رو میده که بازوهای لازم رو برای در واقع سرمایه فراهم بکنند هست و این حقوق رو هول هوش این حداقل بخور و نمیر تنها میدیدند. منتها انگلس در همونجا در سال 1844 این مسئله رو از رقابت ماشینالات با کارگران از یک طرف و ضعف پرولتاریا
که نمیتونه از منافع خودش دفاع بکنه و رقابت شدیدی که بین خود اونها هست در مقابل این طبقه سرمایه‌داری که پیشتازه الان و داره میره و همینجور در شیوه تولید داره انقلاب بپا میکنه، نتیجه این دوتا میدیدن. ولی همین مسئله که این گرایش دائمی به حداقل بخورنمی رو قبول داشتن، این در واقع این به این معناست که در کلیت خودش هنوز آن چیزی رو که تئوری دستمزد ریکاردو اقتصاددان بزرگ سرمایه‌داری مطرح کرده بود، اون رو در واقع اینها در چارچوب کلی خودش قبول داشتن و اون چرخش و نوسانات حقوق خیلی ناچیز حول و حوش بخورنمی رو زندگی اسفناک در واقع هست. یادآوری تئوری دستمزد ریکاردو در اینجا ضروریه، برای اینکه این تا سالها واقعا تا تقریبا 10 سال تأثیر سنگینی رو روی نظریه دستمزد مارکس میگذاره. خود ریکاردو مسئله این رو که حقوق کارگرها عمدتا حول و حوش حداقل بخور و نمیر باید نوسان بکنه رو میپذیره و برای توضیح اون از مالتوس کمک میگیره، مالتوس معروف که مسئله افزایش تعداد کارگرها و کاهش تعداد کارگرها بر اثر مرگ و میر توضیح میده و این رو مطرح میکنه که تنها و تنها تعداد بازوهایی که در اثر زاد و ولد کارگران کم یا زیاد میشن هستند که چارچوب دستمزد رو تعیین میکنن و این پایه و اساس تئوری دستمزد ریکاردو هست. مارکس در فقل فلسفه، در کار مزدوری و سرمایه و در مانیفست همین مسئله گرایش دائمی حقوق به حداقل فیزیکی رو باور داشتن، اما با اکراه و یه سری اما اگرها. مثلا در مانیفست که من یک پرانتز باز میکنم، یک تبلیغی برای رفیق بسیار عزیزم شهاب برهان میکنم که هفته پیش ترجمه جدیدی از مانیفست حزب کمونیست رو عرضه کرد، چاپ شد در انتشارات، اجازه بدید بگم کی، یک نسخش رو هم ما ازش گرفتیم، مونتاژ انتشارات فروغ، این چاپ آوریل 2014 هست و هنوز پرانتزم رو ادامه میدم. ضرورت در واقع این ترجمه جدید مانیفست هم رفیقمون توضیح میده که سعی کرده که تمام غلطهایی رو که در چاپهای قبلی بوده ازش بگیره، در ترجمه های قبلی بوده بگیره و به زبان فارسی عام فهم اون رو بنویسه که قابل استفاده برای قشر فعال کارگری ما که الان به شدت به این آثار کلاسیک احتیاج داره قابل فهم باشه و در دسترس اونها باشه. من نقل قول مانیفست رو در نتیجه از صفحه 15 این کتاب مارکس و انگلس ترجمه شهاب بحران میخونم. مارکس و انگلس میگن سلاح‌هایی که بورژوازی فئودالیسم را با آنها بر زمین زده است حالا دارند به طرف خود او میچرخند، اما بورژوازی فقط سلاح‌هایی را نساخته است که هلاکش خواهند کرد، بلکه همچنین مردانی را پدید آورده است که این سلاح‌ها را هم خواهند کرد، کارگران دوران نوین، پرولتاریا را. به همان نسبتی که بورژوازی یعنی سرمایه رشد می‌کند، به همان نسبت هم پرولتاریا رشد می‌کند، یعنی طبقه کارگران معاصری که تا وقتی می توانند زندگی کنند که کار پیدا کنند و تنها هنگامی کار پیدا می کنند که کارشان بر سرمایه بیفزاید. این کارگران که ناچارند خود را خورده خورده بفروشند کالایی هستند مثل هر غرم تجاری دیگر، پس به همان اندازه دستخوش تمامی افت و خیزهای رقابت و نوسانات بازارند. کار پرولترها به سبب گسترش کار ماشینی و تقسیم کار خصلت مستقل و به همراه آن جاذبه خود را برای کارگر از دست داده است. او صرفاً به زائده ای از ماشین تبدیل می شود که از وی فقط ساده ترین، یک نواخت ترین و سهل آموزترین حرکت دست خواسته می شود. توجه کنید اینجاست که این رو میگه. از این رو مخارجی که کارگر به بار می آورد تقریباً فقط محدود می شود به وسائل معیشتی که او برای زنده ماندن خود و تداوم نسلش لازم دارد. پایان نقل قول. من مخصوصاً تمام سفر رو خوندم که حالت این پیدا نشه که من دو تا جمله رو از وسط این کتاب آوردم و منظور دیگه این مارکس و انگلس داشتم. میبینیم که در مانیفست این رو شدیداً این به این مسئله برخورد اعتقاد داشتن، این رو مطرح میکرد که در واقع زندگی کارگران تنها میتونه حالت بخور و نمیر داشته باشه و از این زاویه در واقع در همون چارچوب تئوری
دستمزد ریکاردو بر اساس تئوری مالتوس میمونند. اما در همون جا، در همون موقع که در این کتاب فقر فلسفه هم همین نظر رو مطرح میکنند، اینها به هیچ وجه این رو نمیپذیرند که این فقط و فقط مسئله زاد و ولد کارگری است. یعنی علارغم این که نتیجه گیری تئوری ریکاردو مالتوسی رو میپذیرند، با عللی که اونها میگن موافق نیستند. تو گفتم، یادآوری میکنم که انگلس در همون 1844 در جزوه خودش این رو از رقابت ماشین‌آلات با کارگرها نتیجه میگیره و نه کاهش زاد و ولد کارگران. در پولمیک‌های مختلفی که مارکس و انگلس با این تئوری دستمزد ریکاردو به مرور در سال‌های مختلف میکنند، چند ایراد بزرگ به این تئوری میگیرند و نظرات خودشون رو در مقابل اون پخته‌تر میکنند. یکی اینکه میگن در این تئوری دستمزد ریکاردو مالتوس فقط به عرضه بازوها اکتفا شده و مسئله تقاضای بازو و نوساناتی که اون داره اصلا مورد توجه قرار نگرفته. این که سرمایه‌داری با رشد خودش نیازهای جدیدی رو ایجاد میکنه، همین ماشین‌هایی که میخوان کارخانه های سازنده اونها رو باید ایجاد بکنه و این سازندگی تنها از دست کارگران برمیاد، به هیچ وجه مورد توجه اینها قرار نگرفته و مسئله عرضه و تقاضای کار، بازوی کار دقیق تر بگم، فقط و فقط از جنبه زاد و ولد مورد توجه قرار گرفته و این به هیچ وجه درست نیست. دومین انتقاد سنگینی که مارکس به اون میکنه، میگه که این تئوری مسئله پرولتیزه شدن جمعیت خرده تولید کنندگان، دهقان‌ها، استادکارا و غیره رو که فرو می‌ریزن به طبقه کارگر و این افزایش بازوهای کار رو با خودش به همراه داره و این یک قانون اساسی و تخطی ناپذیر رشد سرمایه‌داری هست، به طور کلی نادیده گرفته شده و از این زاویه است که این چون فقط به مسئله زاد و ولد توجه دارن، به قوانین درونی سرمایه‌داری و به خصوص مسئله پرولتیزه شدن اینها رو در افزایش بازوها در نظر نمیگیرن. سومین انتقاد سنگینی که میکنن، میگن اینها عنصر زمان رو نادیده میگیرن. اینها به طور مکانیکی میگن، چون مالتوس میگفت وقتی رونق حقوق کارگرای یه خورده میره بالا، اینها وضعشون بهتر میشه، زندگیشون بهتر میشه، تعداد بچه‌هاشون بیشتر میشن. وقتی تعداد بچه‌ها بیشتر میشه، حقوق کارگرها میاد پایین، وضع کارگرها خراب میشه، دوباره تعداد بچه‌هاشون کمتر میشه. اینا میگن که شما این ندیده میگیرین که این زاد و ولد در یک لحظه که اتفاق نمیفته، که سالهاست، دو دهه لااقل زمان میخواد که این افزایش یا کاهش زاد و ولد خودش رو در افزایش یا کاهش تعداد بازوهای در دسترس سرمایه در واقع خودش رو نشون بده و شما عنصر زمان رو در این مسئله نادیده میگیریم. چهارمین نقطه‌ای که باعث میشه به طور کلی دیگه اینا باش کاملا قطع بکنم اینه که این تئوری به طور ناگفته ثابت ماندن تقاضا برای بازوی کار رو از یک دهه به دهه دیگه پایه توضیح خودش گرفته. برای همین هم است که میتونه فقط به زاد و ولد توجه بکنه و این با تاریخ سرمایه‌داری، تأثیرات ماشینی شدن کارگاه صنعتی و در نتیجه تقاضای بازوی کار در تضاد کامل هست. خلاصه کلام این که مارکس و انگلس از با وجودی که این مسئله نوسانات تنها و تنها حول بخور نمیر کارگرها رو از این تئوری پذیرفته بودن، این رو هیچ وقت به طور کامل قبول نکردن و به مرور با نقدهایی که در جنبه‌های مختلف پیش کردن، پولمیکایی که داشتن، به تدریج از این فاصله گرفتن و تنها چیزی که نشون میداد که اینا تحت تاثیر این تئوری هستن این است که در اولین نظریه‌های خودشون راجع به دستمزد قبول کرده بودن که گرایش تنزل دستمزدها به طرف محور حداقل لازم فیزیولوژیک هست، که این پاراگرافی هم که ازتون من براتون خوندم همین رو نشون میده. در فقر فلسفه هم با وجودی که این رو دارن، یعنی توی فقر فلسفه هم هنوز معتقدن که افزایش و کاهش دستمزدها فقط و فقط حول بخور نمیر کارگری هست، با ادعاهای پرودون که مطرح میکنه که اساساً افزایش مزد معنی نداره چون هر افزایش مزدی با خودش افزایش قیمت کالاها رو داره، این باش در واقع مبارزه میکنه. اون پاراگراف معروف که پرودون میگه هیچ افزایش مزدی نمیتواند تأثیر دیگری جز افزایش بهای غلات و شراب و غیره داشته باشد، یعنی آنچه موجب گرانی میشود مزد چیست
قیمت مخارج غلات و غیره است، بهای کامل هر چیز است، حتی می توانیم ادامه بدهیم غیره 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 و من نتیجه می گیره پرودوم، من اعلام می دارم اعتصاباتی که منجر به افزایش مزد گردند غیر ممکن است موجب افزایش عمومی قیمت ها نشوند. این به همان اندازه طبیعی است که 2 ضرب در 2 می شود 4، که این نقل‌قول رو مارک توی کتاب فقر فلسفه خودش از پرودون میاره و در ادامه صحبتش میگه، مارکس میگه ما منکر همه این ادعاها میشویم به استثنای این که 2 ضرب در 2 میشود 4. یعنی همون جایی هم که هنوز این مسئله نوسانات حقوق رو باور بهش دارن و راجع بهش صحبت میکنن، به هیچ وجه این که نمیشه در این دخالت کرد رو بهش باور ندارن. و در همون مسئله در همون سالها، چون واقعا در سال 47-48 سالهای مانیفست همین چارچوب عمومی این حقوق حداقل را قبول دارند، ولی در 1846 مارکس در یک نامه‌ای که به آننکوف می‌نویسه اولین جایی هست که توجه می‌کنه به تأثیر مبارزه کارگرها در این رابطه حقوق و دستمزدها و در رابطه تولید سرمایه‌داری و روشن می‌کنه که میگه از نظر من اختراع و کاربست ماشین‌آلات در انگلستان چیزی جز نتیجه جنگ میان کارگران و سرکارگران نیست. این مسئله رو مارکس اونجا با صدای بلند میگه. ببینید با وجودی که در مجموع تو همون چارچوبای قبلی هست و از قوانین آهنین در واقع چیز میخواد نتیجه بگیرین رو اقتصادی اینا نتیجه میگیرن، این توجه میکنه به اینکه نه مبارزه کارگرها میتونه در نحوه شیوه تولیدی هم تاثیر بذاره، از جمله در انگلستان تکمیل ماشین ها و افزایش کار مرده برای به اصطلاح کاهش تعداد کارگران لازم برای انجام یک کار نتیجه مبارزه کارگرها است. ما اولین جایی که عنصر مبارزه طبقاتی رو میبینیم در تولید سرمایه‌داری بهش توجه میکنه در سال 1946 هست، قبل از، و این مسئله هست که فوق‌العاده مهمه. تو این دوره اینا همینجوری که گفتم با نقدهای متعددی رو میکنن، اون نقد چهارگانه رو که بهتون گفتم به تئوری ریکاردو، اما لاسال و سوسیالیستای تخیلی این مسئله قانون اقتصادی ریکاردویی رو برای ریکاردو مالتوسی دقیق‌تر باید بگم رو برای دستمزد کمافان بهش باور دارن و ادامه میدن، به خصوص این که لاسال یک اصلی رو میاره به نام قانون آهنین دستمزدها که میگه قانون، این ترجمه خود من هست، ترجمه آزاده نقل قول، قانون اقتصادی آهنینی که دستمزد را در شرایط کنونی تحت عنوان عرضه و تقاضای کار تعیین می‌کند از این قرار است: 2 نقطه، حقوق متوسط همواره به تأمین معیشتی که برای ادامه حیات و تولید مثل در شرایط متعارف یک مردم لازم است تقلیل می‌یابد. که مارکس شروع می‌کنه یک مبارزه بسیار 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 جانانه‌ای رو در مقابل همین تئوری‌هایی که لاسال مطرح می‌کنه و گام به گام نزدیک میشه به تئوری دستمزد خودش. و یک نکته دیگه هم که وجود داره که حتی در اون سالها هم مارکس مطرح میکنه که، ولی باز این به طور تئوریک نیست، به طور آماییه، میگه در زمانی که در یک کشور سرمایه‌داری شروع میکنه به گسترش کردن، حقوق کارگران متناسب با اون میره بالا و این خلاف در واقع این گرایش عمومی به کاهش به طرف حقوق دستمزد است. ولی اینو صرفا از جامعه آماری بررسی میکنه، براش توضیحی نداره، نتیجه هم در واقع ازش نمیگیره، صرفا این رو به صورت یک تذکر مطرح کرده که مواظب باشید که به هر حال این هم هست. یعنی اینها با قاطعیت میشه گفت که مارکس و انگلز هرگز تئوری دستمزد ریکاردو مالتوس رو به تمامی قبول نکردند و از همون اول باش مشکل داشتند و به مرور با نقدهایی که بهش وارد کردن از این تئوری در واقع فاصله گرفتن. اما چه چیزی باعث شد که ضربه نهایی در واقع به این نظریه که این دوتا جوان داشتن خورده بشه و اینها تئوری خودشون بیارن؟ خیلی سخته که بگیم کی واقعا این اتفاق میفته، ولی یه چیزی که هست اینه که مطالعه نوسانات دوره سرمایه‌داری، مسئله بحران و رونق سرمایه‌داری در انگلستان و به خصوص فعالیت اتحادیه‌های کارگری در انگلستان به مارکس کمک کردند که از اشتباه در بیاد و متوجه بشه که این مطلق کردن گرایش حقوق
به نوسان حول حداقل بخور نمیر معیشتی درست نیست و یه اشکال داره و این شروع میکنه به اینکه فکر بکنه که این اشکال رو چجوری در واقع میتونه توضیح بده. ما اینجا دست نوشته های گرون ریسر رو داریم 1857-58 که دیگه اینا به کلی از این نظریه فاصله میگیرن و مارکس شروع میکنه به اینکه توجه بکنه که کارگرها فقط مسئله بخور نمیر هم نیست. از جمله در گرون ریسی میگه تفاوت کارگر و برده در این است که کارگر میتواند دامنه ارزای نیازمندی هایش را گسترش دهد، در تمدن شرکت کند، روزنامه بخرد، از منافعش دفاع کند، به کنفرانس برود و این حداقل در زمان رونق ممکن است. یعنی مثلا میکنه که حداقل در زمان رونق به هیچ وجه حقوق کارگرها گرایش به سقوط به حداقل معیشتی نداره و شروع میکنه به روی این کار کردن. بلافاصله بعد از اون در همین گرونریسه این تحول اساسی در نظریه دستمزد مارکس اتفاق میفته و اون این هست که مارکس دو عنصر رو در ارزش نیروی کار از هم دیگه تفکیک میکنه، اینها رو از هم دیگه جدا میکنه و مطرح میکنه که در تعیین ارزش نیروی کار نه یک عنصر بلکه دو عنصر دخالت دارن. یکی عنصر تقریبا ثابت فیزیولوژیک معیشتی، یکی عنصر متغیر نیازهای فرهنگی اجتماعی فزاینده کارگران. و در اینجا متذکر میشه که فراموش نکنیم سرمایه‌دار کارگر را نه تنها چون تولید کننده صرف بلکه همچنین مصرف کننده کالاهای تولید شده در نظر میگیرد. در نتیجه او گرایش به این دارد که اشتیاق به مصرف را در کارگران تشویق کند، اما نه در کارگران خودش. یعنی از اونجایی که سرمایه‌داری هم یک سرمایه نیست بلکه بسیار سرمایه های منفرد هست، این مسئله که سرمایه‌دار میخواد این کالای خودش رو به این حقوق بگیرانی که جای دیگه کار میکنن غالب بکنه، بفروشه به اونها، نیاز به اون رو درشون ایجاد بکنه، حتی نیازهای مصنوعی ایجاد بکنه که الان ما تو جامعه خودمون در این جامعه به قول معروف مصرف به وضوح میبینیم که چطور چیزهای مزخرف رو حتی میارن و غالب میکنن به کارگران و حقوق بگیران، به خصوص جوانان حقوق بگیر، متوجه این مسئله هستیم. میگه این اشتیاق به مصرف رو هم در اینها ایجاد میکنه. کارگر فقط براش تولید کننده نیست بلکه مصرف کننده هم هست، اما این در کارگر خودش هرچی کمتر باشه بهتره، چون اون وقت حقوق اضافه تر در واقع نمیخوان. این مسئله ضربه محکمی میزنه در واقع به اینکه گسست کامل خودش رو از تئوری دستمزد ریکاردو ماتوس نشون بده و به خصوص وقتی که مسئله انباشت سرمایه رو مارکس زیر ذره بین میذاره، موقعی که داره کار میکنه برای اینکه در واقع چی میگن مسئله انباشت سرمایه داری رو بررسی بکنه، متوجه به تأثیر دوگانه این انباشت سرمایه میشه و رو اون دست میذاره. میگه که افزایش کار مرده یعنی ماشینالات در تولید سرمایه داری به مثابه به معنای افزایش باروری کار هست و در نتیجه این باعث میشه که حقوق سوری کارگرها کاهش پیدا بکنه. اما از طرف دیگه انباشت سرمایه خلق شاخه های جدید صنعت رو با خودش داره، در نتیجه خلق شغل های جدید و در نتیجه نیازمندی های جدید رو هم با خودش داره و این به طور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش ارزش نیروی کار میشه. چرا که این ارزش حالا قیمت این کالاهای جدید رو که دیگه در فرهنگ عمومی اون جامعه لازم هستن هم توی خودش داره. یعنی وقتی در یک سطح معینی از تمدن توی کشوری یک سری خواسته هایی مثلا توی این کشورها مسئله درس خوندن، داشتن به حداقل بهداشت، داشتن حداقل تفریح و غیره غیره، اینا جز لزومات شده، اینها دیگه جز حداقل معاش نیست، بخور نمیر نیست، بلکه اینا یه سری حداقل های فرهنگی اجتماعی هست که با رشد تمدن، با رشد تولید سرمایه داری وارد مناسبات میشه و اینها رو دیگه باید در نظر گرفت. و به خصوص هر چه شاخهای جدیدتر صنعت ایجاد بشه، هر چه تولیدات جدید وارد بشه و این سرمایه داران بخوان تشویق بکنن که کارگرای دیگه این محصولات رو بخرن، مجموعه اینها اون حداقلی رو که ارزش نیروی کار رو تعیین میکنه رو بالا میبره و این گرایش به طرف افزایش رو در خودش داره. یعنی مسئله انباشت سرمایه و رشد ماشینیسم تأثیر دوگانه داره. از یک طرف فشار میاره برای اینکه طبقه کارگر رو برسونه به اینکه حداقل حقوق رو بهش بده، از طرف دیگه رشد جامعه و
احتیاجاتی که ایجاد میشه، کالاهایی که جدیدی وجود میاد که متعارف میشن در این جامعه که قبلا اصلا قابل تصور نبودن، به این مسئله میرسن که این در واقع برعکس به گرایش به افزایش همون حداقل معیشتی میانجامه که گرایش به افزایش به اصطلاح حقوق ارزش نیروی کار هست و در نتیجه حقوق کارگران. تمامی این صحبت ها و غیره باعث میشه که موقعی که آقای مارکس در بین 20 تا 27 ژوئن 1865 موقعی که دیگه کاپیتال آماده است میره و در مقابل شرکت کنندگان انترناسیونال اول سخنرانی میکنه، تئوری دستمزد جدید کامل و شسترفته خودش رو اونجا به طور کامل منعکس میکنه. شسترفته ترین نظری که ما داریم که مارکس دیگه به کلی از اون نظریه قدیمی بریده، تمام این تجربیات رو گرفته، پیشرفت‌های تئوریک خودش رو گرفته، برخورد دوباره خودش رو با هگل کرده، منطق هگل رو دوباره خونده، آخرین مشکلاتش رو در کاپیتال حل کرده و تئوری ارزش خودش رو پرورونده، مسئله تفاوت ارزش نیروی کار با کار رو تشخیص داده، مسئله تولید ارزش اضافی رو بررسی کرده و اون وقت مثل موازات اونها تئوری دستمزد خودش رو تکمیل کرده و در مقابل نمایندگان کارگران در انترناسیونال اول 1865 میاد یک سخنرانی میکنه. توضیح هم بدم که درست قبلش یک نامه می‌نویسه به انگلیس که میگه من دارم کار میکنم روی این سخنرانی و به خصوص مسئله ای که ما و الان به طور جدی با توجه کرد و این رو بهش دست گذاشت، مسئله کار اتحادیه‌ای و مبارزه اتحادیه‌ای هست که مطرح میکنه و لب کلام سخنرانی مارکس اینه که میگه در تعیین ارزش نیروی کار دو عنصر دخالت میکنه، حد پایینی دستمزدها رو، حداقلی که از اون سرمایه‌دار نمیتونه کمتر از اون پرداخت بکنه به کارگران، حداقل بخور و نمیری هست که باعث میشه کارگر بتونه زندگی بکنه، به اندازه کافی نیرو داشته باشه که به کارخانه بیاد و به اندازه کافی نیرو داشته باشه که تولیدی مثل بکنه و به اندازه کافی نیرو داشته باشه که خانواده خودش رو برسونه به این که کارگران جدیدی رو به جامعه تحویل بده. این حداقل بخور و نمیر فیزیولوژیک حد پایینی دستمزدها در جامعه سرمایه‌داری است، از این کمتر نمیشه. بعد میگه و این چیز به کلی جدیدیه که مارکس مطرح میکنه، میگم نتیجه تکامل این تئوری‌هاش، نتیجه درگیری‌هاش با ریکاردو، نتیجه رشد خودش در تشخیص رازهای سرمایه‌داری و تشخیص نحوه تولید ارزش اضافی هست، میاد مطرح میکنه میگه اما ما حد بالای ماکسیمم تعیین شده نداریم. تنها حد بالایی که وجود داره اینه که حقوق کارگران نمیتونه از این که دیگه هیچ سودی برای کارگرها تولید برای سرمایه‌دارها تولید بکنه بالاتر بره. حداقل باید امکان این که یک حداقل سودی ایجاد بشه باید باشه تا به قول معروف محاوره‌ای سرمایه‌گذاری صرف بکنه. میگه این اون حد بالایی هست که در واقع از این بالاتر نمیشه رفت. یعنی نمیشه از کار سرمایه‌دار شما بخواید که انقدر به کارگرها حقوق بده که خودش سود نداشته باشه. اون دیگه اساس سرمایه‌داری در واقع از هم میپاشه. تا وقتی که ما در چارچوب سرمایه‌داری هستیم، تنها حد بالایی که میشه راجع بهش حرف زد در تعیین دستمزد کارگرها، برخلاف تمام لاتعالات ریکاردویی، مالتوسی و پرودونی، این است که ما و لاسالی به طور مشخص، برعکس ما حد بالا نداریم. کارگران میتونن بیشترین فشار رو بیارن و اینجاست که مارکس پخته برای اولین بار با صراحت مطرح میکنه که بین این دو حد بالایی و پایینی تنها سفارایی رزمندگانه که تعیین میکنه این افزایش حقوق در کجا متوقف میشه. بین این دو حد مبارزه طبقاتی حکم میکنه و این وارد کردن سرراست عنصر مبارزه طبقاتی در تئوری دستمزد هاست که تئوری دستمزد مارکس رو به کلی و تمام تئوری های تاکنونی، تمام انواع اقسام این واریاسیون ها، ورژن های مختلف تئوری های ریکاردویی و مالتوسی، اینها رو اصلا دیگه از این سوا میکنه و ما با تئوری دستمزدی مارکسیستی روبرو هستیم و وارد شدن عنصر طبقاتی در تعیین قیمتی که ارزش نیروی کار خودش رو در بازار مطرح میکنه. البته این به هیچ وجه مطلق نیست، این به هیچ وجه به این معنی نیست که فقط این توش دخالت میکنه. نقش شرایط عینی در این سفارایی رزمندگان
در اینکه عرضه و تقاضای نیروی کار چجوری باشه دخالت داره. بعضی وقتا حتی لازم نیست که مبارزه عجیب غریبی بشه برای اینکه این دستمزد خیلی فاصله بگیره از حداقل معیشتی. مارکس مثال آمریکا رو میاره که میگه که ما در این کشور با پدیده کاهش بازوهای کار روبرو هستیم، نیروی کارگری روبرو هستیم، به خاطر اینکه کارگران مهاجری که از اروپا میرن به آمریکا به محض اینکه امکانش رو پیدا میکنن مستقر میشن روی تیکه زمین و تبدیل میشن چشم. من کمتر صحبت میکنم تا اینکه بتونیم چیز بکنیم، هیچ مسئله نیست. الان دیدم صحبت شما رو، ببخشید کجا بودم. مثال آمریکا رو توضیح میده که میگه کاهش بازوها و عرضه نیروی کار در واقع در اقتصاد آمریکا نه در اثر مبارزات کارگران در دوران رونق اولیه سرمایه‌داری، بلکه در اثر این هست که به محض اینکه این کارگران مهاجری که از اروپا رفتن فرصت این رو پیدا میکنن که زمینی رو از آن خود بکنن، تبدیل به کشاورز میشن و این باعث کمبود جمعیت کار در آمریکا میشه. علارم مهاجرت های عظیمی که از اینجا میشه، همون هم است که باعث میشه که بردهداری در آمریکا راه بیفته و برای جبران این هست که در واقع این مسئله بردهداری با خودشون میارن. اما در این حال برای پاسخگویی به نیازهای رشد خودشون، ما با افزایش بی سابقه رشد ماشینالات و ماشینیزم در اقتصاد آمریکا روبرو هستیم. یعنی همزمان هم افزایش ماشینیزم رو داریم، بالا رفتن کار مرده نسبت به کار زنده، هم افزایش دستمزدها رو، و این خلاف تمام صحبت‌های ریکاردویی، مالتوسی، لاسالی و امثالهم هست و تمام سوسیالیست‌های تخیلی که به هیچ وجه این رو در واقع توضیح نمیتونه بده که چطور همچین چیزی ممکن هست. اما این مسئله به این وجه، به هیچ وجه به این معنی نیست که گرایش عمومی حقوق در جوامع سرمایه‌داری الزاماً همواره رو به باراست. اولا همونطوری که گفتیم مسئله سفارایی رزمندگان هست، اینکه نیروی کار و نیروی سرمایه در چه حدی از توازن با هم باشن. توجه داشته باشید دستاوردهای طبقه کارگر در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، دولت رفاه و غیره، حقوق اتحادیه‌ای، بازنشستگی، تعطیلی، 8 ساعت کار و غیره، که اینها تمام در اثر قدرت بی سابقه طبقه کارگر در بعد از جنگ دوم بود، در اثر مبارزات چندین ده ساله کارگران بود که اینها را از آن خودشون کردن. یعنی این سفارایی رزمندگان که واژه مارکس است که تو این سخنرانی معروف خودش ازش استفاده میکنه، تنها قانونیه که میتونه جلوی این کاهش رو الان بگیره تا اونجایی که عنصر غیر اقتصادی و سیاسی طبقاتی میتونه در تعیین دستمزدها دخالت داشته باشه. اما گرایش عمومی تولید سرمایه‌داری رو اگر ما در حد جهانی ببینیم، این گرایش دقیقاً به طرف کاهش حقوق متوسط است، از طرف پایین آوردن به طرف حداقل حقوق هست و اینکه همه حقوق‌ها رو بیارن به طرف کمترین حقوقی که در این کشورها هست، و این رو در به صورت کاهش قدرت خرید نسبی از یک طرف کارگران و از طرف دیگه کاهش نسبی سهم کارگران از ثروت عمومی تولید شده باید در نظر گرفت. یعنی گرایش ذاتی سرمایه‌داری به این هست که سرعت انباشت سرمایه همواره سریعتر هست از افزایش حقوق کارگرها، و اگر ما کل حقوق کارگران رو در یک کشور یا حتی در سطح جهان در نظر بگیریم که الان به خصوص در دوران نئولیبرالیسم و جهانی شدن سرمایه به شکل نئولیبرالی خودش عموما باید به شکل گلوبال این رو دید، به صورت جهانی این رو دید، کل سرمایه تولید شده و کل حقوق پرداخت شده به کارگرها را اگر ما در نظر بگیریم، گرایش ذاتی سرمایه داری به این هست که این فاصله این دو قطب همش بیشتر بشه. ثروتی که بخشی که سرمایه از ارزش اضافی تولید شده از آن خود میکنه در کل خودش، همواره رشدش بیشتر از حقوق کارگرها هست در مجموع خودشون، یعنی اون بخشی از ارزش تولید شده ای که کارگرها از سرمایه‌دارها پس میگیرن، و این قانون ذاتی در واقع سرمایه‌داری هست. این خیلی مسئله مهمیه و این به خصوص ما رو میبره به این مسئله، میدونم وقت ندارم دیگه راجع به این صحبت نمیکنم، امیدوارم فرصت های دیگه ای باشه که ما بتونیم راجع به صحبت میکنیم، اما این مسئله است که در اینجا در این اینکه آیا این گرایش ذاتی، این مسئله که وجود داره و اینکه سرمایه همواره سهمی بیشتر رو میگیره، الان این بحث معروف 99 درصدی و 1 درصدی ها دیگه، این رو حتی در سطح خیلی عالی در دقیقه خیلی هم خوبه،
در سطح آمریکا الان مثلا ما میبینیم که برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم ما با تر شدن این بند روبرو هستیم و آماری که مطرح میشه به طرز وحشتناکی که چطور 1% از سرمایه‌داران آمریکایی 86% ثروت تولید شده عمومی آمریکا را از آن خودشون میکنند و اون 99% مجبورن به اون 14% که مونده تقسیم بشن و به خصوص 1% پایینی ها اصلا سهمی از این ثروت ندارن و اونها واقعا همون مسئله بخار نمیری هست. همین مسئله است که توضیح میده حتی در دورانی که ما سریع‌ترین رشد سرمایه‌داری در آمریکا رو داریم شاهدی نیستن این هستیم که از جمعیت نزدیک به 300 میلیون آمریکایی 40 میلیونشون در سطح حقوق بخار نمیر دور معیشتی زندگی میکنن. اون همه ثروت اونجا تولید میشه ولی سهمی که کلا به طبقه کارگر و حقوق بگیر میرسه دائما رو کاهش در این کشور. من اون وقت اینجاست که مارکس و انگلس با توجه به تجاور اون موقع به این مسئله به طور جدی فکر میکنن که میگن وجود اتحادیه کارگری میتونه مانع فروش نیروی کار به پایینتر از ارزش واقعی اجتماعیش بشه و این باعث میشه که اهمیت بدن به این که به هیچ وجه کارگرها نباید دست روی دست بگذارن، هیچ قانون آهنینی وجود نداره برای تعیین دستمزدها و مسئله این عرضه تقاضای کار با اگر هر چقدر که طبقه کارگر متحدتر باشه بتونه قراردادهای عمومی تر رو تحمیل بکنه، بتونه کنوانسیون‌های عمومی رو پایه و اساس مذاکرات کارگران قرار بده، کارگران و سرمایه‌دارا قرار بده، در یک کلام بتونه به مثابه یک طبقه وارد مذاکره و چونه‌زنی برای حقوق خودش بشه، امکان این که مانع از فروش نیروی کار به پایین‌تر از ارزش واقعی اجتماعیش بشن بیشتر هست و از این زاویه اهمیت فوق‌العاده زیادی رو به مبارزه مطالباتی، به مبارزه اتحادیه، منظورم اتحادیه‌ها نیستا، مبارزه اتحادیه اشکال مختلفی که این به خودش میتونه بگیره و اینکه این هم البته مطلق نیست، گوشزد میکنن میگن این را که اگر ما مثلا سازماندهی رو جلو ببریم و کارگرا سازماندهی خودشون رو پیش ببرن معجزه هم اتفاق میفته و غیره، تا وقتی که سرمایه‌داری رو به زیر نکشیم این مشکلات باقی خواهد موند، چرا که شرایط و اقدامات امکانات عینی اقدامات نوع اتحادیه‌ای به خصوص به حجم ارتش ذخیره کار که باعث میشه که این دستمزدها رو در واقع اینا بتونن رگوله بکنن و هر چه که این بیشتر باشه تعداد کارگران بیکار بیشتر باشه فشار روی دستمزدها بیشتر هست رو گوشزد میکنن که ما الان میبینیم در سطح جهانی چطور الان سرازیر شدن بیش از 300 میلیون کارگر چینی در دهه 90 چنان فشاری رو در سطح جهان به روی دستمزدهای کارگری گذاشت که ما در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری شاهد این هستیم که گرایش کاهش حقوق کارگرها بوده علی‌رغم تمام اقداماتی که شده، علی‌رغم تمام مبارزاتی که شده و این مسئله نشون میده که این مسئله عرضه تقاضا و این ارتش از یک طرف ذخیره کار و از طرف دیگه ورود نیروهای تازه به بازار کار که تعداد بازوها رو افزایش میدن که از این به بعد باید این رو حتما از یک نظر جهانی رو در نظر گرفت و این مسئله فوق‌العاده جدی هست، باعث میشه که امکانات کار اتحادیه و غیره در واقع شدت ضعف داشته باشه و همه جا با یک قدرت و با یک امکانات اینها نتونن حرکت بکنن و این درسی هست که مارکس سعی میکنه در اون سخنرانی خودش در برابر انترناسیونال در واقع انترناسیونال اول خطاب به نمایندگان کارگرها این رو مطرح بکنه. خب من امیدوارم که زیادی پرشونگی نکرده باشم، امیدوارم چیزی رو از قلم ننداخته باشم، اما اگر چیزی هم از قلم افتاده باشه مطمئن هستم که شما شنوندگان هوشیار حتما این رو به من گوشزد خواهید کرد و من خب سعی کردم در این صحبت کوتاه روشن بکنم که در واقع تئوری جمع‌بندی می‌کنم، تئوری دستمزد مارکسیستی از هوا نازل نشده، یک بار شکل نگرفته، وحی نبوده و در اثر یک تکامل نظریات مارکس با مطالعه جامعه سرمایه‌داری از یک طرف، اشکال انباشتون از یک طرف، از طرف دیگه مبارزات کارگران بوده و اینها به تدریج از اون تئوری دستمزد ریکاردو مالتوس فاصله گرفتن و در آخر این تئوری خودشون رو آوردن که این مسئله وارد کردن دو عنصر حد درش هست، حد بالایی حد پایینی، عنصر فیزیولوژیک، عنصر اجتماعی طبقاتی و غیره که امیدوارم در صحبت‌های خودمون اونها رو بشکافیم. من فکر می‌کنم که اون 50 دقیقه‌ای رو که شما گفتید من رعایت کردم، اینه که میام پایین و منتظر میشم که رفقا سوالای خودشون بکنن. خیلی متشکرم، مرسی دوست عزیز، بهروز فراهانی عزیز،
خیلی ممنون، هنوز 8 فرصت داریم، بعدا میتونیم این تایم از دست رفته رو براتون حساب کنیم. دوستان خیلی خوش آمدید، امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم. از اونجایی که دوست ما فرهانی وقتشون محدوده و اینجا با ما تا در حدود 2 ساعت و نیم دیگه خواهند بود، زیاد وقت رو سعی میکنیم که مصارف غیر مفید نکنیم و دوستان در این مرحله میتونن که سوال کنن 3-4 دقیقه بعد از اینکه، اگر کسی مایل سوالی داره لطفا نوبت بگیرین، بعد از اون میتونیم کامنت بدیم. و دوست عزیز فرانی، اگر شما احتیاج به بریکی داشتین، وقفه داشتین، بگین که ما یه موسیقی پخش کنیم یا مطلبی که شما هم استراحتی کرده باشین. به هر حال خسته نباشین،